بسم الله الرحمن الرحیم بینندگان گران قدر تلویزیون جهانی آریانا دوستان برنامه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته در هر کجایی که هستید خدا کند که خوب و جور و سرحال باشید باز هم وقت نشر برنامه خودتان یعنی برنامه چراغ هدایت رسیده عزیزان خوبی ما حال صحبت دکتر صاحب محمد قاسم الیاسی رو داریم موضوع بحث در رابطه به اعتدال صحبت میکنن استاد که بعض وقت میشد که ما چگونه میتونیم بگوییم که اعتدال را مد نظر بگیریم حد غذب از اعتدال را که در اعتدال حد غذب نیز وجود داره و کسایی هستند که باز نمیتونن این را کنترل بکنن و امریه های دین در قبال تنظیم غذب چه هست و کدام معلفه های در رابطه به این موضوع آیا دارد یا خیر به این بشنویم که دکتر صاحب قاسم الیاسی این موضوع را چگونه تشریح میکنه و واقعا چنان این موضوع را زیبا و خوب تشریح و تنظیم میکنن و تشریح میکنه که هر انسان وقت لحظه مشنود و رفرفتی خود میسازه و همچنان چنان عالمانه و حکیمانه از اندخته های علمی خود برای ما او را توضیح می و تشریح میکند که لحظه میشنیم و دوستان از این لحظه ای که ریدیت کردم و تنظیم کردم و حال شما هم خواد شنیدین بسیار جالب و خوب هست و بسیار یعنی عالیمان صحبت کردگی هست تا به اخیر توجه بفرمایید به صحبت هایشون ها انسان دو تا بودی تحریکی داره یکی به نام تمایلات کشش ها جاذبه یا حتی متاسفانه بعضی هم میگن بلاخره امون نیروهای های های انسانی یکی نیروی به نام نیروی غذب داره خب از طرف قوه قهره انسانم یک بخوای نخوای تمام انسان ها قوه قهریه داره انسان اگر قوه قهریه را نداشته باشد، در واقع نیروی دافعه نداره قوه قهریه آدمی و نیروی غذب آدمی به منزله سپر امنیتی انسان است که انسان را در برابر خطرات و مزارات حفظ میکنه انسانی که اساسا غذب نداشته باشد انسان متاسفانه دافعه نداره از اون طرف نیروی تمایلات نیروی کشش هاست نیروی جاذبه هست نیروی که انسان توسط همین نیرو است خودش را دوست داره ثروت را دوست داره موقعیت را دوست داره جا و مقام را دوست داره بالاخره هر آن چیز زیبایی هست هر آن در عالم و در دنیا هست اینا را توسط همین نیروی جاذبه و نیروی تمایلات دوست داره خب حالا نکته اینجاست بحث ما از اعتدال پس چه کار باید بکنیم؟ آیا از نیروی غذب به گونه استفاده کنیم که شب و روز با هر کسی که میرسیم با هر کسی که مواجه میشیم جز فوش، ناسزا گفتن، خشونت به خرج دادن، جنگ و دعوا کردن، بالاخره کوتک و کوتک کاری کردن را به را بندازیم؟ چون خداوند ای را به لحاظ تکوینی برای ما داده است پس بنابراین از این گونه استفاده کنیم هرگیز چنین نباید کرد و از طرف دیگر آیا نیروی غذب را کاملا تعطیل کرد یعنی اینکه نیروی غذب را قوی قهریه را که خداوند برای انسان داده است به هر جایی که هر کسی بلاخره هر نوع توهین تحقیر و هر نوع رفتار به غیر انسانی نسبت به انسان انجام بدهد انسان در برابر از او اساسا سخن نگوید و قول کان میگه که جرأت آزاد بودن را داشته باشید و با آزادی دیگران احترام بگذارید اشک کباب باعث اوسیان آتش است اگر کسی یک سلی به صورت شما میزند در مرحله اول اخلاق اقتضا میکند که بگی آقا این طرفم بزن اما اگر اون طرفم زد فهمیده میشه که او انسان در واقع روی نرمش و اخلاق تو را نفهمیده است باید در مقابل چون سیلی سیلی زد پس نیروی غذب به این معنا نیست که نیروی غذب را یا تعطیل کنیم یا, یا این که از نیروی غذب به گونه استفاده کنیم که با هر کسی مواجه شویم شو صبح تا شب فقط جنگ و دعوا داشته باشیم بلکه نیروی غذب را باید معتدل کرد اون حد وسط و حد اعتدال از او را باید ازش بهره گرفت و ازش استفاده کرد حد اعتدال نیروی غذب چیست؟ حد اعتدال نیروی غذب شجاعت است شهامت است صبر و بردباری است امدادگری است بزرگمنشی است وقار است متانت است و نمونه های تواضع است فروتنی است خشتنداری است یه حد وسط نیروی غذب اما حالت اعتدالش است در حالی که حد افراط نیروی غذب تهور است بیباکی است دیوانگی است به حرمتی است به حیایی است شره یا شریر است حد تفرید از او جبن است ترس است بزدلی است سستی است کودنگی است تنبلی است پس از نیروی غضب ما به گونه بهره ببریم که امو حالت اعتدال زور بهره ببریم شجاعت چی است که واقعا حد وسط میان افراد و تفرید نیروی غضب قرار داره شجاعت و شهامت را ببینید شجاعت و شهامت آن حرکت آن رفتار نیروی غذب است که با رهبری عقل و مدریت و تدبیر عقل دارد در جایی که نیاز است باید از خود دفاع کند در جای دیگر که نیاز است باید در واقع تسلیم عقل شود شجاعت حتما این نیست که صبح تا شب کلاشنکوب در دست ما باشد و با دیگران و سینه دیگران سینه کودکان زنان و آدمای بیگناه را هدف قرار بدیم شجاعت گاهی از نوکی ممکن کلاشنکوب به سراغ ما بیاید گاهی ممکن است از نوک قلم شجاعتی که در نوک قلم در صبر و بردباری در خشتنداری ممکن جلوهگر باشد شاید در اسلحه به دست داشتن و شمشیر به دست گرفتن شاید جلوگر نباشد پس معنای شجاعت داشتن جنگ کردن نیست معنای شجاعت از خود گذشتن است معنای شجاعت ایثار و فداکاری است معنای شجاعت یعنی مقاومت برای تحقق عدالت است پس این حالت اعتدال افراد و تفریدی نیروی غضب که اما شجاعت است و شهامت است و سخاوت است و امدادگری بردباری بسیار زیبا دوستان عزیز بسیار زیبا تشریح کردن در رابطه و این موضوعی که ما روی صحبت کردیم و دکتر صاحب محمد قاسم الیاسی تشکر از ایشان عزیزان خوبی ما در این قسمت حال حدیث نور را داریم بعد از شنیدن حدیث بخش بعدی برنامه را نیز فراموش نکنید از سلیمان بن سارد رضی الله عنه روایت است که گفت با پیامبر صلی الله علیه و سلم نشسته بودم در حالی که دو مرد همدیگر را دشنام میدادند چهره یکی از آنها سرخ گردیده و رگهای گردنش باد کرده بود پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند من کلمه را می دانم که هرگاه آن را می گفت خشمش فرو می نشست هرگاه میگفت گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم غضب او می رفت همان بود که به او گفتند رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید پناه بجوی و خداوند از شیطان رانده شده یکی دیگری از علامات مؤمن سکوت می باشد سکوت در چه وقت و در چه زمانی بین بشنویم که دکتر سه محمد حسین جعفری این رابطه چه گفتنی داره و این موضوع چگونه شرح می بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه المنتجبين المنتخبين ګران ولیدونکو محترمو اوریدونکو زموږ بحث د چوپټیا د پټي خولې او د سکوت په بار کې و او دموئند د اسلام مقدس دین خلکو ته سفارښ کوي چې هغه وخت خبر وي چې ستاسي خبره ستاسي او یا د نور خلقو د دین او د دنیا په ګټه کوي او یا د خلقو په خیر باندې خبر او کوي نو کچېره د خیر خبره نوي او د خلقو د دین او د دنیا په ګټه باندې نوي نو شبه دغه وی چې سړی چوپ وي په ټه خلق شینی او په خپل خبرو باندې د خلقو سره ته ازار ورنکې او د مسلمانانو د زحمت او د ناراحتي سبب ونه کیږي حضرت لقمان علی نبی ر و الیہی و, و علیه الصلاۃ والسلام خپل زوی ته فرمایي قال لقمان لابنه یا بني حضرت لقمان خپل بیان کی او خپل حکمتونه کی خپل زوی ته وایي چې زويا ان کنتا زعمتا ان الکلامه من فزت کچیر ته خیال کوي چې خبرې کول د نقره ارزښ لري خبورې کول لکه د نوکرې ارزښلارې ف ان سکوت من زحب سکوت او پټوخله او چوبتیه د تلا ارزښلارې نو هر عقل سره چې امر د نوکرې او د تلا په مابین کوي خو د تلا خوانې سي د تلا قیمت زیاتې د نوکرې ارزښ لږ دی او شير سره هميشه لږ خبورې کوي د عقل علامه دغه دی چې انسان کوی، 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 بیا ځای خبر خبره نکوي اول فکر کوي سوچ کوي تفکر کوي انديشه کوي بیا خبره کوي زموږ خلک متاسفانه اکثریت د غیری چاواله خبره کوي بیا فکر کوي چې دا خبره صحیح و که نه صحیح و نو اوله فکر وکړي چې خبره کوي د صحت او ناسحات د صحت او د بوتلان معلومات یو کې بیا خبره وکړي پيو استلا ضرب المسال کده چې وای خپل خله هم کلا د او هم بلاد بعض خلک په خپل خلیب باندې ځهم ته مشکلات جوړوي امام صادق علیه الصلاه و السلام یو رس خپل غلام ته سالم نوی دې ورتوی ول سالم خپل مبارک الله سي د پرشندانو باندې راوي ول خپل خله در ځان ک د خپل خبرو په وسیله خلک خپل په وجو کې مس پرو خلک ستاده خبرو د فارز ما په وجو کې سپرې چې زستامه ولایم یعنی دخل کوم عنا پر ما باندې م پرځه په یو بل روایت کې راغلي دي چې سکوت او پټ خلقشن استل د مؤمن علامه دی لا یزال العبد المؤمن یكتب محسن ما دام ساكتا مؤمنه سړي کچیر د سکوت په حال کې پټو خلوي نیکو کار هغه ملایکه دی نیکو کار نويشته کوي وخت چې په خبرو باندې راغی ممکن دی نیکو کار نويشته کړي ممکن بد کار نويشته کړي یعنی وخت چې خبره وکړې صحیح خبره کوي یا ناصحیح کدی صحیح, صحیح خبره وکړ هغه ملایکه تا نیکو کار نويشته کوي واه شکردار لری کدی بد خبره وکړه تا په اسلام بد کار نويشته کوي نو د مؤمن لپاره سزا وارد ترڅو ضرورت نوي او لزوم ونلري خبره الله توبدي پټو خلک شي قال لا يزال العبد المؤمن يكتب محسنا ما دام ساكتا مؤمن مسلمان ملائکه دې نیکو کار نه ويشته کوي تر څو خبره نوي کړې فإذا تكلم كتب محسنا او مسيئا اما وخت چې خبره تو شروع وکړه ممکنه دا غه ملائکه دې په استلان نیکو کار نه ويشته کی ممکن بد کار بعض خلک دی الا اله خبری کوي لحو ولعب و چې نور خلق و خاندي نور خلق خندوی سبابه د قیامت پر ورځ خدای پاک تاسو سره محاسبه کوي او تاب په خپل خبرو باندې ماکه کوي تشکر میکونم هژان بیننده برنامه چراقه هدایت چون لحظات اخر برنامه هست در اخر هم مناجات را با صدا یا قید دانش داریم بعد از نشته می مناجات تا برنامه بعد شما را به الله یک تا